بسم الله الرحمن الرحيم. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. اگر برای خدا پا در میدان گذاشتید و ایستادگی کردید، پیروزی قطعی است. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنت الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت الله تبديلا. مال فقط ماجرای جنگ صدر اسلام نیست که ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار، سنت الله هست. بله، اون وقتی که ما حرف حساب خودمون رو بلد نباشیم، ندانیم، یا بلد نباشیم بگیم و طرح کنیم، یا پای اون حرف نایستیم، یا وسط راه با وسوسه های شیطانی یا وسوسه های نفس یا تنبلی ها پا سست کنیم، بله به نتیجه نخواهد رسید، مجاهدت به جایی نخواهد رسید. معلومه بحث سر اونجایی است که لینصرن الله من ینصره، دیگه از این تأکید بالاتر نمی شود. اگر نصرت خدا بکنیم، نصرت خدا با فکر کردن، اندوختن اندیشه های ناب، مطرح کردن درست اون در عالم، پای اون ایستادن، تدبیر برای پیشبرد اون به کار بردن، در مقابل خطرات اون سینه سپر کردن، اگر این شد لینصرن الله، خدای متعال نصرت خواهد کرد حتما و قطعا. معنای لینصرن اینه، یعنی خدا نصرت میکند حتما و قطعا. و من اصدق من الله قیلا، از خدا راستگوتر کیه؟ اینها رو ما در عمل تجربه هم کردیم، ملت ایران تجربه کرده است. اگر شما ملت عزیز ما، شما جوانهای پر خوشروحیه و پر توان و عازم، در این راهی که دارید میرید ایستادگی بکنید، شک نکنید که در زمان خود، در زمان متناسب، تمام آمال و آرزوها و دائیه‌ها و شعارهای ملت ایران، نه فقط نسبت به خود این کشور، بلکه نسبت به دنیای اسلام و امت اسلامی و جامعه بشری، تحقق پیدا خواهد کرد.